یک گفته چرچیل داره که خیلی مشهور شده در مورد جنگ دوم، میگه هرگز هیچ ملتی مدیون این تعداد کم نبوده. منظورش خلبان های نیرو هوایی انگلستان بود که واقعا سرنوشت جنگ رو در نبرد بریتانیا عوض کردن. سرنوشت جنگ رو عوض کردن و چرچیل این گفتش خیلی معروفه که هرگز هیچ ملتی مدیون این تعداد کم نبوده. و فکر میکنم این مسئله کاملا در مورد خلبان های دسفول صدق میکنه. واقعا ملت ایران مدیون این تعداد کمی که اون روسا اونجا بودن مدیونشون هست. خود بخواه من احساساتی میشم که خود نمیتونم حرف بزنم. حسین بعد از اون داستانی که بلایی که بر سر نادر افسر اومد، نادر افسر معاون عملیاتی بود و جناب تابش بعد از ایشون با شناختی که از حسین داشت ایشون رو انتخاب کرد به عنوان معاون عملیاتی پایگاه و الحق ایشون در اون سمت بهترین بودن. ضمن اینکه معاون عملیاتی بود، پا به پای بقیه بچه‌ها پرواز میکرد، یعنی چیزی کمتر از بقیه در پرواز نبود تعداد ماموریتش اینا. و برای من به خصوص یه دوست بود و خاطره ای که ازش دارم این که بعد از اون اجکت دومی کرده بود که منم رفتم دنبالش و اینا، بعد گردنش صدمه دیده بود و وقتی با برانکارد آوردنش دم در بیمارستان، یه عده جمع شدن برای استقبال و اونجا حسین یه حرفی زد که خیلی مشهور شد که حالا من دیگه نمیگم اینجا، جمله خیلی یادموندنی گفت. در حال در اون روزهایی که واقعا فشار روی همه زیاد بود، شبا بچه ها نمیخوابیدن، از گلوله های توپ میخورد ساختمان بغلیشون رو خراب میکرد، توی یه ساختمان آجری یه طبقه خوابیده بودن، شب نمیخوابیدن، صبح هم میرفتن ماموریت اسم انجام میدادن. هیچ فکر نمیکنم هیچ خلبانی در طول تاریخ جنگ ها در چنین شرایطی خدمت کرده باشه یا پرواز کرده باشه. و یه خاطره هم از بهنام اغنامیان یادم میاد که البته اون موقع که من یادم میاد بهنام یه جوان لاغرندام خوش قیافه بود، خیلی جوان بود دیگه، مثل جلال آرام و اینا، همه واقعا خلبانای جوانی بودن. بهنام یه روز از ماموریت برگشت، یک گلوله کالیبر 50 از کف کابین اومده بود تو، از کاناپی رفته بود بیرون. شما مجسم کنید که گلوله کالی 50 حداقل سوپرسونیکه، سرعتش بالای سرعت صوته و سرعت بهنام هم در مورد 450 ناتکال مایل بود و این گلوله از تقریبا از 3 سانتی بود بالا. شما مجسم کنید که منتجه این دوتا سرعت رو با هم جمع کنید، تقسیم بر دو کنید، این 3-4 سانتی متر چند میلیونیوم ثانیه با مرگ فاصله داشته و اگر یک نات، حتی یک نات سرعتش بیشتر بود، گلوله از پایین بدنش میومد، از سرش خارج میشد. و معجزه دیگه هم این بود که میدونی همه کابلای فرامین از کف کابین رد میشه و این گلوله از لابلای این کابلای فرامین رد شده و کوچکترین صدمه‌ای به کابلای فرامین نزده بود. و معجزه بعدی اینه که بعد از ظهر بهنام رفت دوباره پرواز. کسی که تا 1 میلیونیوم ثانیه مرگ رفته دوباره بعد از ظهر میره پرواز و این هیچ چیزی نمیتونه باشه جز اینکه جونشون رو بچه های ما جونشون رو کف دستشون گذاشته بودن و میخواستن با جونشون از خاکشون دفاع کنن. و واقعا اون روزهای اول خلبان ها با جسدشون جلوی ارتش